بذارید داستانم رو براتون تعریف کنم. داستان یک شاهزاده جوان سر به هوا که میخواست پادشاهی ایران رو از شر اونها خلاص کنه، اما خب ای کاش اونا رو تحریک نمی کرد و پا روی دمشون نمی زاشته. چند وقت پیش دوباره به یوبیسافت استرالیا دعوت شدم. این بار برای تجربه نسخه جدید سری پرنس آف پرژیا به اسم The Rogue Prince of Persia به معنی شاهزاده سرکش ایرانی. یه بازی دو بعدی با سبک روگلایت. جاتون خالی این دفعه به مناسبت نوروز براشون شیرینی ایرانی هم بردم و یه 20 دقیقه از نوروز و سنتاش براشون گفتم که خب اگه اینستاگرام منو دنبال میکنید احتمالاً استوری تشکر و تبریک نوروز یوبیسافت رو دیدید. خلاصه به عنوان یکی از اولین ها توی کل دنیا تونستم یه دموی نیم ساعته از این بازی رو تجربه کنم. بازی که تا به اون لحظه به صورت رسمی و عمومی هیچ حرفی ازش زده نشده بود. الان که دارید این ویدیو رو میبینید چند دقیقه قبل بازی به صورت رسمی توی رویداد تریپل آی معرفی شده و تریلرش هم پخش شده. جونم براتون بگه که همینطور که گفتم این بازی دو بعدیه با سبک روگلایت. ناشرش یوبیسافته اما سازنده بازی یوبیسافت نیست و یه استودیوی کوچیکی به اسم ایول امپایر. قبل از اینکه بیشتر راجع به این استودیو و سابقهش صحبت کنیم بیایید از خود بازی بگم براتون. کاراکتر اصلی بازی این دفعه هم خود شاهزاده است که اسمش رو فعلا نمیدونیم. دشمنای ما توی بازی هونها هستن. هونها طی تاریخ کوچنشین بودن و متحد از قبایلی مختلف که بیش از 1000 سال توی آسیا و اروپا اونا رو به عنوان عشایری جنگجو میشناختن. بعد از مرگ آتیلا آخرین پادشاهشون درگیر جنگ داخلی میشن و به مرور زمان اتحاد خودشون رو از دست میدن و تجزیه میشن و به مسیحیت رو میارن و کم کم تو قلب اروپا محو میشن. آخه توی بازی ظاهرا در غیاب شاهزاده هونهای از خدا بی خبر به ایران حمله میکنن. شاه پادشاه شاهنشاه ها مأمور تخلیه شهر میشه و ملکی ایران زمین مادر شاهزاده که اسمش فریل هست، یک اسم اصیل ایرانی به معنی حقیقت یا عدالت، میره کف جبهه و همچون یک شیرزن مشغول مبارزه با دشمن میشه. احسنت، خدا وکیلی خوبم دووم میاره تا اینکه پادشاه هونها به همراه ژنرالهاش وارد میدون نبرد میشن و با جادو جنبل و قرتی بازی ارتش ایران رو شکست میدن و ملکه رو فراری میدن. حالا بعد از شکست ایران و نفوذ دشمن شاهزاده تازه سر و کلش پیدا میشه و باید بره پی انتقام و بیرون روندن دشمن و این هالیوود بازی ها. نکته جالبش هم اینجاست که شاهزاده یک گردنبند جادویی داره که هر بار بمیره اون رو از یه مدت قبل پیش یه دوست آهنگری به اسم سوخرا زنده میکنه. بابا باریکلا، سوخرا طی تاریخ اسم فرمانروای سیستان در زمان ساسانیان بوده مثل اینکه، و کلن کارکتر جالبی هم داره و آهنگر ماجراست. دو تا کارکتر دیگه هم دیدم توی اون نیم ساعت که یکی اسمش آزاده بود، رهبر یک دهکده بود اگه درست یادم باشه، و یکی هم شهین بود اسمش که زندانی بود بنده خدا. بازی خیلی دیالوگ محور نیست و کلن از لحاظ دیالوگ و کیفیت متن چنگی به دل نمیزد، اما سیستم مبارزه مهیجی داره و موزیک فوق العاده معرکه‌ای داره. توی این نیم ساعت 4 بایوم مختلف، حدوداً 10 دشمن مختلف، 6 سلاح مختلف، کلی سوراخ سنبه و جاهای مخفی، 2 تا مأموریت فرعی و یک باس فایت سخت رو تجربه کردم. طبق تجربه من فضای بازی همه جوره متنوع بود و اگه بازی های دو بعدی و روگلایت دوست دارید قطعا از این بازی هم خوشتون میاد. اگر نمیدونید سبک روگلایت چیه، روگلایت در واقع یه نمونه سبکتر از روگلایکه. بازی های روگلایک اینطوری هن که اگه شما توی بازی بمیری از اول میای و تمام پیشرفت و آیتم ها و پول و امتیازت رو از دست میدی، به علاوه اینکه مسیر بازی به اضافه جایگاه و نوع و تعداد دشمن ها هم تماما تغییر میکنه. یعنی تمام دستاوردهای شما توی بازی موقتی هم و با مرگ شما از دست میرن.
حالا روگلایت هم همینه، با این تفاوت که شما طی مسیر میتونی یه سری قابلیت‌های همیشگی رو باز کنی که بعد از مرگ همراهت بمونن و دیگه مجبور نباشی کلاً از صفر شروع کنی، که خب توی ویدیوی بعدی بیشتر راجع به ساختار بازی توضیح میدم عزیزان، اصلا نگران این قضیه نباشید. بریم سراغ نکته بعدی. بیایید راجع به استودیوی ایول امپایر صحبت کنیم. خیلی سال پیش یه استودیو فرانسوی بود به اسم کالیستو انترتینمنت. مؤسسش یه نوجوان 19 ساله بود که سال 2002 اعلام ورشکستگی کرد و بعدن هم کلی دادگاهی شد و جریمه شد و یه خربار گند بالا آورد. بعد از اینکه در کالیستو تخته میشه، از خاکستر فضای مسمومش یه استودیوی کوچیک قد علم میکنه توی همون فرانسه به اسم موشن توین. تا سال 2018 موشن توین کلی بازی های جور و جور میسازه و اونطوری که باید و شاید دیده نمیشه، تا اینکه بازی دد سلز رو میسازن، یکی از محبوب ترین بازی های مستقل تاریخ که از حق نگذریم توی سبک خودش کم نظیره. یه مدت بعد بین بروچ و موشن توین دو دستگی ایجاد میشه، یه عده میخواستن روی دد سلز کار کنن، یه عده میخواستن برن سراغ یه بازی دیگه. پس اونایی که میخواستن روی دد سلز کار کنن از استودیو میان بیرون و یه استودیو جدید تشکیل میدن به اسم ایول امپایر. موشن تو این توسعه بازی رو میسپاره به اینا و خودش میره یه گوشه پول میشماره و روی یه بازی جدید کار میکنه که بازیشون هم چند ماه پیش معرفی شد. ایول امپایر هم طی 4-5 سال گذشته به کوب روی دد سلز کار میکنه و یه بازی خفن رو تبدیل میکنه به یه بازی فوق خفن. امروز دد سلز 10 میلیون نسخه فروخته و یکی از موفق ترین بازی های مستقل تاریخه و خب چند وقت پیش آخرین آپدیتش رو دادن و توسعه بازی به صورت کامل متوقف شد. حالا ظاهراً این استودیو فرانسوی چند سالی هست که در کنار توسعه دد سلز داشته روی شاهزاده ایرانی جدید هم کار میکرده و حاصل کار شده اینی که میبینید، که البته این نسخه نهایی نیست و صرفاً قرار تقریباً یک ماه دیگه در تاریخ 14 ماه می به صورت ارلی اکسس یا دسترسی زود هنگام روی استیم قرار بگیره. چون بازی هنوز کامل نیست روی کنسول ها عرضه نمیشه و فعلا فقط و فقط روی استیم در دسترس قرار میگیره، که این یعنی بعد از 5 سال یک بازی یوبیسافت قرار بیاد روی استیم. در کنارش بنا به نظرات بازیکنان، بازی قراره به مرور زمان به صورت رایگان آپدیت شه. کلی چیزهای مختلف، قابلیت‌ها و مکانیک‌ها و درجه سختی و مراحل جدید یا مثلا آیتم‌های جدید بهش اضافه میشه و بعد هر وقت خودشون و کامیونیتی بازی صلاح دیدن، محصول نهایی رو عرضه می‌کنن. منتظر ویدیوهای بیشتر از بازی باشید و اینم اضافه کنم که بازی متاسفانه به زبان فارسی بومی‌سازی نشده، ولی خب همینطور که گفتم نسخه نهایی هنوز عرضه نشده و هنوز هم تاریخ مشخصی براش تعیین نشده، برای عرضش تعیین نشده، پس کماکان میشه امیدوار بود و ما که امیدواری. لایک و کامنت یادتون نره، عشق منید، مرسی که ویدیو رو دیدید، مخلصم. تا یه ویدیوی دیگه، یه قسمت دیگه، خدا حافظ.